سرده که اصلا موج سرده شده سلام <ثم> برادر میسم اصلا از اتوبای کانادا دلتون نخواد هوا منفی 40 درجه است در واقع منفی مثلا 26 7 درجه است ریل فیلش اینجا چیز مهمه بهش میگن ریل فیل که مثلا واقعا حسی که میکنین منفی 40 درجه است اونم یه اصطلاح دیگه ای هست بهش میگن وینچیل داره وین چیل دیگر یعنی باد که میاد یه مقدار هوا رو سردتر میکنه بخاطر همین وقتی شما میری بیرون منفی چل درجه رس بکنی من دیگه خیلی وقتا میرم بیرون ویدو میگیرم ولی خب دیگه واقعا نمیشه الان توی این هوا اما خدمت شما هر که من بالاخره توی کانادا حقوقم یه اصطلاحی هست اینجا میگن سیکس فیگر یا شیش رقمی شدش اما قبل از هر چیزی این ویدیو اصلا برای این نیست که بگم وای مثلا من دارم حقوق شیشه قایم میگیرم به خاطر اینکه یک شما الان به خیلی بگید و من, من مطمئنم که حتی خیلی از بچه‌ای که این ویدیو رو می‌بینن و توی کانادا، آمریکا یا کشور دیگه هستن میگن که بابا با رقمی که چیزی نیست شلوغش نکن کاملا هم درست میگن حقوق شیش رقمی یا بالای 100 هزار دلار گرفتن چیز خاصی نیست از اون ور شما اگر صحبت بکنید بگید آقا این پسر تو یوتیوب میگه مثلا من دارم حقوق شیش رقمی میگیرم خیلی میگه بابا دروغ میگه مثلا کی مگه یه حقوق شیش رقمی میگیره این همش رو علکی میگه رفته اونجا بخواد مثلا بگه آی من زندگیم خوبه و فلان اینا هر دو طرف دارن درست میگن الان کامل خدمتتون توضیح میدم اما بحثم بیشتر از اینکه حالا روی حقوقه باشه میخوام یه مقدار در مورد این صحبت کنم که خب بچه‌ها یه سری چیزا رو بدونن که آقا از این هزار دلار چقدرش آخر سر به شما میرسه چقدرش مالیات میره چقدرش مثلا بازنشستگی میره بحث بازنشستگی خودش خیلی بحث مهمیه بچه‌ها چون به هر حال شما تو این کشورها میخواد مثلا چه میدونم بیاید از یه سنی حالا سن بالاتر مثلا من بیاد مثلا سی سالگی کم کم براتون مهم میشه آقا من تا چه سالی میخوام کار کنم مثلا بعدش بازنشستگی چی جوری میشه اینا بحثایی که مهم میشه و یه بحث دیگه ای هم که بکنیم حالا مثلا اینکه آقا من چه مسیری رو رفتم چقدر اولش حقوق میگرفتم الان چقدر حقوق میگیرم و چی جوری مثلا چقدر انتظار داشته باشید ولی همه اینها رو به قول اینجا یا you have to take with a of grain of salt. یعنی همه رو یه جوری اینجوری بهش نگاه کنید که صد درصد نمیشه به حرفای من اعتماد کرد چون کشور به کشور فرق میکنه کار به کار فرق میکنه شهر به شهر فرق میکنه آدم به آدم فرق میکنه من میخوام یه کلیتی از مفاهیم بهتون بگم اما خدمت شما عرض شود که خیلی خوش اومدین ممنون میشم دکمه لایک رو بزنید ممنون میشم سابسکرایب بکنید من یادم میرین اینو بگم و خیلی کمک میکنه من خب انگیزه میده برای اینکه بخوام ادامه بدم خب بریم سر اصل خیلی مقدمه گفتم خدمت خب شما شد من خب الان سه سال خورده تو کانادا هستم یک سال و نیم یک سال و 6 7 ماهه که برای این شرکت دارم کار میکنم و خدمت شما شود که خب سه سال پیش که اومدم درسمو تموم کردم ارشدمو دیگه تو کانال باشید همه چی هست من همه چی زندگی سعی کردم تو کانادا به داکیومنت بکنم برای کسی که میخواد بیاد بره از اون ویدیو اول ببینه قشنگ روند اتفاقاتی که تو کانادا افتاده رو میتونه کامل ببینه و یه تصویر خیلی واضحی داشته باشه خب درسم که تموم شد این کارا رو بعد یک سال نیم ارشدم تموم شد این کارا رو همزمان با دفاع ارشدم کار پیدا کردم و اولی حقوقی که من گرفتم قبلا اینو نگفته بودم ولی الان میگم اولی حقوقی گرفتم 75000 دلار در سال بود که حالا واسه خواستم 70 تا پیشنهاد بدن یه ذره چونه میزنی خب مثلا 75 هزار خدمت شما هر شود که خب به عنوان حقوق اول خوب بود ولی اینو در نظر من به عنوان کسی که تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاه تو مثلا مقطع کارشناسی نبودم به عنوان کسی که مثلا 5 سال سابقه کار داره استخدام شده بودم البته خب سابقه کارم از ایران بود تو سازمان بورس کار کرده بودم خیلی شاید اینجا قبولش نشدن ولی بازی آدم با تجربه می‌خواد یعنی مثلا یه آدم 0 کیلومتر نمی‌خواد برای شما تو کار خیلی چیزاتون تقویت میشه مهارت‌های اجتماعی تو مهارت حرف زدن تو پرزنتینگ کردنتون یه مقدار رو می‌کنم و دوربین بیارم بالاتر ولی باز حقوقم نسبتاً کمتر از کسی بود که مثلا 5 سال از اول تو کانادا کار کرده باشه یعنی در واقع 5 سال سابقه می‌خواستم ولی خب یه جور هم سابقه مثلا اونقدر 5 سال نبود برای اینجا و اگر نه کسی که مثلا اینجا فارغ و تحصیل بشه حالا میگم رشته به رشته خیلی فرق داره کسی که اینجا فارغ و تحصیل بشه مثلا میتونه انتظار داشته باشه توی سری رشته ها 50000 تا 60000 تا 70000 تا یه سری رشته ها مثلا بچه آی تی و اینا که اصلا از ممکنه 80 90000 تا تو شرکت های نسبتا خوب شروع بشه و بره به بالا ولی حالا یه کسی که 5 سال داشته با باشه اینجا راحت میتونه روی <coughs> راحت میتونه روی 100000 دلار درآوردن حساب بکنه به همین وقتی میشنوید که بهتون میگن آقا سه هزار تا خیلی زیاده یا سه هزار تا هیچی نیست خیلی به اون آدم رشته شهرش کشور اسپستگی داره توی کانادا اگر کسی بهتون گفت بابا سه هزار تا خیلی زیاده این که میگه خب احتمالا یک طرف زبانش اونقدر خوب نیست رشته ای که توش هست اصلا رشته ای نیستش که بخوان بالای سه هزار تا بهش بدن و این که شاید شهری که هست شهری هستش که مثلا اونقدر پول نمیدن یا کشوری که هستش اونقدر پول نمیدن اما مثلا یه سری بچه هایی که آیتی خوندن اصلا بذار از بالا شروع کنیم یه سری بچه‌ای که پزشکی هستن یه سری بچه‌ای که حقوق میخونن اینا که اصلا پزشکی که مثلا یه دفعه سالی 300 دلار تو کانادا و آمریکا در میارن بخاطر 100 هزار تا براشون شوخیه ولی خب خیلی طول میکشه تا اونجا برسن یا حتی دندان پزشکی یه سری بچه‌ای که آیتی خوندن مثلا نرم افزار برنامه‌نویس و برنامه‌نویس برنامه مثلا توی شرکت خوب که استخدامشن. از 90 هزار تا 100 هزار تا یه دفعه شروع میشه ولی باز بستگی داره چه شرکتی برید یه شرکت کوچولویه مثلا به اصطلاح خودمون در پیت که تازه شروع کرده که مثلا به زور میخواد 5 60 هزار تا بده یا مثلا برید توی گوگل استخدام شید توی اپل استخدام شید گوگل مثلا حقوقش وحشتناک خوبه مضافاً قبل از اینکه برام اینکه آقا حالا این حقوقی که میگیره چقدر دستتون رو میگیره اینو توضیح بدم یک اینکه حالا من از 75000 تا چجوری انتقال پیدا میکنه و دو اینکه به غیر از حقوقتون یه سری مزایای دیگه هست اون مزایا هم خیلی مهمه از جمله پاداش پاداش خیلی مهمه مخصوصا تو رشته‌های ما که مالی هستیم تو های ما شروع کار 75000 تا خوب بود بعد یه مقدار که کار میکنید حقوقتون بعد از کار اول اون اولاش سری میره بالا یعنی اینجوری نیستش که حالا بعد از اون دیگه هی توقع داشته باشید تو سال پنجم شب هی بره بالا اونقدر شدید ولی اولشون حالا کارفرما تا بهتون اعتماد کنه تا ذره تجربه کاری پیدا کنید یه مقدار طول میکشه ولی اون اول سری حقوقتون میره بالا مثلا ممکنه استخدام شید با 60 تا بعد 6 ماه اون 60 هزار بکنن 65 تا بعد یه سال راحت بکنن 70 تا بعد مثلا دو سال راحت بکنین شده دفعه 95 تا 100 تا این اتفاق میفته ولی مثلا یه دفعه 120 تا دیگه مثلا بعدی 120 تا دیگه مثلا اینجوری بعد یه سال یه دفعه 120 تا بشه 150 هزار تا اینجوری تصاعدی نمیره یه یعنی اون بالاها دیگه یه مقدار آروم تر ممکنه بره چون تفاوتش هم زیاد میشه مثلا یه دفعه 3 درصد 4 درصد 5 درصد بخون حقوقتون زیاد کنن 140 هزار تا مثلا 10 درصد بخون حقوقتون زیاد کنن یه دفعه میشه هزار تا 15 14 15 000 تا روش سر سال شما که به قولی سال که تمام میشه سال جدید میخوام مثلا یه نامه جدید بهتون بدم که آقا این حقوقتونه توی شرکت ما اینجوریه تو خیلی از شرکت ها میدونم اینجوری یکی ممکن اینجوری نباشه یکی میگه آقا من فورچون 500 کار میکنم اینجوری نیست برام خب فرق داره هر شرکتی سیاست خودش شده ولی با تو یه جلسه میذارم مثلا پرفورمنس ریویو عملکرد کرد آقا عمل چه جوری بوده بعد مثلا یه نامه هم ممکن بهتون بدم میگن آقا خب مثلا ما تصمیم گرفتیم که امسال مثلا حقوق 3 درصد اضافه بشه یا شد مثلا 10 درصد بوده پاداشت بشه 15 درصد با حد اکثر مثلا سی درصد یعنی اگه خیلی دیگه خوب عمل کنی پاداش تا سی درصد هم مثلا سی درصد حقوق سالانه ممکن آخر سال باشه اگه خیلی عمل کردت خوب باشه و تو رشته‌های ما به هر حال چون صندوق‌های گذاری هستش اگه صندوق‌ها درآمدشون خوب باشه بازار بورس خوب باشه بازار مالی خوب باشه میتونی مقدار بیشتری به دست بیاری اما خب حالا با توجه به تورمی که تو کانادا بوده شو با توجه به اینکه بازار کار خیلی به قول میگن تایته یعنی خیلی افراد دارن کارشون عوض میکنن فرصت های شغلی زیاد است نیروی کار کم نیروی کار ماهر وقتی میگم نیروی کار بچه‌ها مثلا خیلی وقتا اینجوریه که آقا من چجوری به اونجا کار کنم نیروی کار ماهر میخوان خیلی وقتا که یه تخصص خاصی رو داشته باشه که حالا توی وبینارم و توی یوتیوب های قبلی خواستید وبینار هم میتونید بگید تو اونو خیلی دوارش توضیح دادم که از کجا بفهمید کارتون اصلا اینجا بازار کار داره چقدر حقوق میدن همه اینا رو من تو وبینار اگه جزئی جزئیات زیر ویدیو هستش ویدیو هم لایک بکنید ممنون میشم ببخشید بریم سر هست. من یه بار پارسال سر سالی یه افس داشتم یه بارم امسال که هم پاداشم واسهش پیدا کرد هم به قولی حقوقم و پاداشه توی رشته ما خیلی مهمه چون خیلی وقت این طرف مثلا حقوق سال نش 100 هزار تاست ولی پاداشش یه دفعه میگن 45 درصده 55 درصد یه سری شرکت‌ها من می‌دونم که دوستان کار میکنه پاداشش 100 درصد یعنی اگر بازار مالی خوب باشه طرف اصلا 120 هزار تا حقوقشه خب که دو هفته یه بار پرداخت میشه سر سال یه دفعه میگن آقا بازار خوب بوده 100 درصدم هم پاداش میگن یعنی 120 هزار تا یه دفعه یه, دفعه یه جا پاداش میدن مثلا همین ماشینای ماشین های خفن میخرن و اینا یه دفعه سر این پاداش ها سر پاداش رو میگیره یه دفعه میره کلی خرید میکنه اما در نظر بگیرید مالیات رو من قبلا در موردش ویدیو ساختم ولی شما اگر از تقریبا 250 300 هزار تا به بالاتر داشته باشید هر چی دیگه از اون به بالاتر در بیارید تو طول سال 53 درصدش تو کانادا تقریبا میره حالا اسام اسام فرق داره ولی هولوشا نصفش میره اینجوری در نظر بگیرید ولی تو حقوقای پایین تا مثلا 100 هزار تا شما در نظر بگیرید سود 30 درصدش میره خب 30 درصدش بره یه سود 70 هزار تا میمونه ولی باز اون 70 هزار تا تقسیم بر 26 چون دو هفته یه بار خیلی جا حقوق میدن خیلی جا ماهانه حقوق نمیدن هر دو هفته یه بار براتون حقوق میدن و 26 تا دو... یعنی 52 هفته داریم توی سال که میشه 26 تا دو هفته ای 26 تا حقوق براتون میرزن توی کانادا خدمت شما هر شبه که تقسیم بکنی باز اون مقدار رو بهتون نمیدن چون یه مقدار باید بیمه هم کم بشه بعد یه مقدار بیمه با صندوق بازنشستگی هست مثلا تو کانادا صندوق بازنشستگی هم باید ازتون کم بشه که اصلا احتمالا تو هم نمیشه چون برای کسایی که وقت بازنشسته میشن درآمدشون کم باشه و اینجور صحبت ها ولی باز اجباریه کم میشه مثلا ایران که ازتون کم میشه به غیر از اون یه بخش مهمی هستش که من اینو تو ویدیوهای قبلی توضیح ندادم این خیلی مهمه و خیلی باحاله شما صندوق بازنشستگی دارید به غیر از اون صندوقی که اجباری ازتون کم میشه و پولش میره دست دولت یه صندوق بازنشستگی هم خودتون دارید که عمل کردش اصولا تو پاچه من و شماست ولی اصولا اینجوریه که کارفرمای شما به شما میگه به ازای هر سه دلاری که تو بذاری تو صندوق مثلا من سه دلار میذارم این بمونه تو این صندوق برای بازنشستگی تو بازنشستگی بعد 20 سال مثلا ببینید 400 هزار تا 500 هزار دلار جمع شده مال من مثلا هر سال داره تقریبا هلوش 15 هزار دلار تو اون صندوق جمع میشه که حالا یکی ممکنه میگه 15 هزار تا که چیزی نیست ولی خب باید تو بلند مدت نگاه کنید تو 20 سال این 15 هزار تا خودش میشه 300 هزار تا مضافا این که این سرمایه گذاری میشه دفعه این 300 هزار تا تو 20 سال میبینید خودش شده مثلا 600 700 هزار تا قشنگ تو 20 سال منطقیه که بیش از دو برابر بر بر بشه 600 700 هزار تا رو تو بازنشستگی دارید مضافا این که حالا خب پولای خودتون و خونتون و اینا رو ممکن داشته باشید در مورد این که میشه با این پول خونه هم خرید یه کوچولو توضیح میدم ولی میگم این باز باید بره ویدیوهای دیگه خیلی مفصله پس این رو هم شما دارید یعنی در واقع هر ماه مال خود من اینجوریه من 3 درصد 3 دلار بذارم کارفرمای من تقریبا دوازده یازده دوازده دلار برای من میذاره توی اون صندوقه مال من خیلی خوب مچ میشه مال ما بعد حالا این سه درصد که یازده دلار میذاره اینجوری هم نیست یه سخفی داره یعنی مثلا میگه تا ماهی ماهی مثلا میتونید 300 دلار بذاری تا سقف 300 دلار انقدر حقوقت منم مثلا 300 دلار 1100 دلار روش میذارم با هم میذاریم تو صندوق پس اون 300 دلار هم از حقوقتون کم میشه خدمت شما شاید چیزهای دیگه هم از ما یه خیلی خوبی که داریم و خیلی با من دوستش دارم که خیلی خیلی شرکت های دیگه هم دارن اینکه میان سهام اون شرکت رو با تخفیف بهتون هر ماه اگر بخواید میدن که حتما اینا رو استفاده کنید بچه ها. حتما مثلا این صندوقه میره تو آر تون اگر پولی میذارم مثلا این سهامه که میگم میره توی صندوق دیگه ای بهش میگن تی اف اس که مالیات نمیخوره اینا رو حتما استفاده کنید من سری میبینم آره داریم ولی من استفاده نمیکنم اشتباه اینو پول مجانیه نگیرید حالا این چه جوری کار میکنه خیلی جالب میگه به ازای هر 100 دلاری که تو بذاری ما 60 دلار میذاریم روش برای سهام شرکت رو میخریم بعد باز میمونه توی صندوق یعنی حساب کارگذاری طوری براتون باز میکنن میگن هر 100 دلاری که بذاری ما هم شاید یعنی هر رسما داری 60 دلار پول مجانی میگیری بعد سهام شرکت برات بخرن ولی خب تا دو سه سال نمیتونی بهش دست بزنی که مهم نیست اینا همه سرمایه سرمایه‌گذاریاییه که تو آینده خیلی ارزشمند مثلا من یه دفعه نگاه کردم الان تو همین چند وقتی سود 15 هزار دلار مثلا سهام شرکت برام جمع شده با 100 دلاری که خب بازم اینم سقف داره مثلا اینجوری نیست بگی خب همه پول منو بدم که 60 درصد مجانی رو بگیرم نه میگه مثلا 100 دلار 100 دلار تا سقف مثلا 500 دلار یعنی شما 500 دلار بذاری شرکت هم مثلا 300 دلار میذاره 800 دلار با هم هر ماه هر دو هفته براتون سهام شرکت رو میخره این جمع میشه تو حساب تو اینم هست ولی خب اون 100 دلار هم باز از حقوق من کم میشه اون 60 دلار رو خود شرکت میذاره همه اینا که از حقوق من کم بشه یه سود تمام بتون میگم 40 درصد حقوق من میره ولی در نظر بگیرید یه سری اینجوری میگن واو 40 درصد حقوق میره فلان خیلی ستم نه خب این 40 درصد یه 10 15 درصدش داره برای خودتون ذخیره میشه جای دیگه آره یه سود 30 درصدش هم تمام میره برای مالیات هولو مثلا میتونی می در بگید هر دو هفته یه بار یه سود مثلا هزار دلار حالا من حقوق دقیقه نگفتم فقط گفتم سیکس فیگر اینجا وقتی میخوان دقیق نگن طرف میگه که آقا من سیکس فیگر در میارم یعنی مثلا بالای سه هزار تا در حالا بالای سه هزار تا ممکنه سد هزار تا باشه ممکنه 200 هزار تا باشه ممکنه هفت هزار تا باشه ولی حدودی به تو می آقا من دارم در می یه سود مثلا دو هفته سه دلار دستتون رو ممکنه بگیره توی این حقوق با همه این کسوراتش که میگم یه قسمتش خیلی خوبه برای خودتون داره ذخیره میشه اما پاداشه هم گفتم پاداشه قسمت خیلی جذابشه که حالا ما یه ماه دیگه صحبت کنیم ببینیم چقدر پاداش بهمون میدن چون فرمول داره آقا عمل کرده شخصی چجوری بوده عمل کرده تیم چجوری بوده همه اینا فرمول داره و حساب میشه و در نهایت بهت آقا اینقدر پاداشته مثلا چه میدونم فکر کنم 10000 دلارم حالا فرض کنم مثلا پاداش بهم بدن چون میگم قبلا خیلی درصد بازش هم کم بود سالای دیگه خب خیلی بیشتر میشه میگم من این رقم ها رو تو من مشکل ندارم شیر کنم تا حدی که بتونم اجازه شوشم مثلا چیزا رو اجازه ندارم اصلا شیر بکنم حالا فرضاً شما فرض کنید مثلا 10000 15000 تا هم نفر اینجوری بتونه پاداش بگیره حالا درصدش بیشتر باشه حقوقش بیشتر باشه دفعه ببینید 30000 تا 40000 تا یه دفعه پول قلمبه میاد دست البته مالیاتش کم میشه مثلا 25000 تا پول قلمبه میاد خب 25000 تا قشنگ میتونید بدید یه ماشین خوب بخرید یا اینکه سرمایه گذاری کنم پول لازم میاد سری سرمایه گذاری میگم خیلی چیز دستم نمیمونه خب اینم میشه این حالا با این پولا میشه مثلا خونه خرید زندگی خوب داشت ببین اگه دو تا دو نفر باشی نفر 100 هزار تا در بیاد خیلی خوب میتونی زندگی کنید خیلی خوب که نه لاکچری همش سفر و آخرین مدل ماشین و اینا نه شما دکتر هم باشی 300 هزار تا در بیاری میبینی که مثلا خیل خیلی وقت نمیتونی خیلی کارا رو بکنی ولی زندگی که نگران پول نباشی بله میتونید راحت زندگی بکنید نگران پول نباشی، نگران بازنشستگیتون نباشید همه اینا هستش برای تکی خونه خریدن یه مقدار سخت میشه اینو در نظر بگیرید که مثلا اینجا اکثرا افراد سایت حاصل دارن یه کار جانبی دارن مثلا من خودم یه کار جانبی دارم کار جانبی هم یوتیوب و اینا نیستش من یه بیزنس کوچیکی خودم دارم که اصلا هیچ ربطی به هیچ کدوم اینا نداره به کارم هم ربطی ندارم مثلا به گفتم آقا یه بیزنس کوچیکم دارم که اون داره خوب چیز میکنه تو یک سال آینده یه سری فکرهای خوب تو سرمه که بتونم حالا کمک بکنم یه بیزنسی میخوام راه بندازم بیزینس که یه کار کوچیکه حالا بحث بیزینس و چجوری کامنت بذارید اگر خواستید اونم توضیح میدم که اصلا راه اندازی بیزینس ثبت کردنش و اینا چجوریه اینجا تو کانادا خیلی راحته خدمت شما هست این کلیت داستانه پس بچه توی این کشورها به حقوق بالا داشتن امید داشته باشید خیلی بچه من صحبت میکنم میگن یعنی آقا ما پادشان نداریم این مزایایی که تو گفتی برای کارهای مثلا شرکت خیلی بزرگ آره شرکت بزرگتر شرکت هایی که خیلی نیروی کارهای به قولی قوی تری میخوان و توی رقابت برای گرفتن نیروی کار هستن این مزایا رو میدن ممکنه خیلی بچه تو شرکت کوچیک شروع کرده ولی اولش به مرور به اونجا هم میرسه خیلی اطلاعات تو این ویدیو بود اگر لازم دونستید برگردید یه بار دیگه نگاه کنید این جزئیات براتون مهم خواهد بود گفتم همه اینا رو تو وبینارم جزئیاتشو گفتم که چه جوری درآمد رو پیدا کنید میتونید وبینار رو لینکش پایین گفتم توضیح بدم تایید کنید نظرم خیلی میارزه یعنی واقعا مفته در مورد هایی که باید بکنید برای این بحثا این درد صفر ببخشید دوباره من در همین لحظه شارژش تموم شد ممنون که ویدیو دیدید بهم بگید که حالا کدوم قسمت رو خوب دزندم. دزندم. اما تو سن بیشتر دوست ویدیو طولانی شد ببخشید دمتون گرم لایک بکنید سابسکرایب کنید تا ویدیو هست تا فقط